think here. Thank you so much. You're welcome. چون تنه دور کنید باشه یکی یکاش مثلا اندازه می پاره می کرد آقای این کافیه نه اون زیاد من حقیقتا همیشه از زمانی که بچه بودم فکر میکردم با خودم که در کل در رفتاری که با یه پسر و یه دختر میشه همیشه یه تفاوتهای قائل میشن. وقتی که بزرگتر شدم دیدم این مشکل در قانون ما خیلی ریشه اساسی داره و من به عنوان یک نوجوان همیشه از خودم میپرسیدم که چرا من باید پوششی داشته باشم که یه پسر نداره توی جامعه. و این همیشه بر من یه سوال بود و به این فکر میکردم که واقعا آیا این عدالته که من باید اینگونه راه برم اما اون آزادانه راه میره، من باید توی تابستون این لباس رو بپوشم در صورتی که اون میتونه آستین کوتاه بپوشه. در کل وقتی هرچی بزرگتر میشدم بیشتر به این نکته پی میبردم که تمام مشکلاتی که ما داریم در حقیقت منشأ قانون بهش اجازه میده که این گسترش پیدا کنه. این ممکنه مشکلات فرهنگی باشه ولی قانون ما باعث شده که واقعا این مشکلات همچنان بهشون دامن زده بشه و من اصلا در کل نمیتونستم هیچ وقت پذیرای همچین تبعیضی بین زن و مرد باشم. با خودم گفتم اگر زمانی باشه که من یا ما یا همه اعتراض کنن به این که مگه همچین چیزی ممکنه که تفاوت بین زن و مرد بذاریم توی قانون، به تجربه نشون داده شده که زمانی که ما اعتراض میکنیم در اون تجدید نظر میکنن. و اینجا بود که من با خودم تصور کردم شاید سرنوشت ما زنها دست خودمونه و فقط احتیاج داره به این که همچنان که خیلی ها میکنند ما هم تلاش کنیم برای اینکه به اونا بگیم که ما موافق این تبعیض جنسیتی، تفاوت بین مرد و زن، تفکیک جنسیتی، گونه‌ای که شما دارین از ما دو تا موجود جدا میسازین در صورتی که زن و مرد فقط در همتا و همسان بودنه که واقعا میتونن هر دو شکوفا بشن. اونجا بود که من تصمیم گرفتم واقعا در این زمینه چیزهایی که فکر میکنم به میدان بیارم. من حقیقتا وقتی که اولین بار رفتم به ورزشگاه برای والیبال زمانی بود که با همسرم قرار گذاشتیم که با هم بریم مسابقات رو ببینیم برای تشویق تیم ملی. اونجا یه سری چیزهایی دیدم که یه مقدار منو در حقیقت تلنگری به من بود از این بابت که همه ماها به نوعی رونده از مملکتمون شدیم به هر دلیلی، حتی اگه اقتصادی باشه دلیلمون ما میتونستیم تو مملکت خودمون زندگی کنیم. طبیعتا اگر ما اومدیم خارج به دلیل هر دلیلی که هست نمیتونیم فراموش کنیم ضربه هایی رو که به خاطر زندگی کردن در خارج ما از نظر روحی خوردیم. و نگاه میکردم به این که ظاهرن بعضی ها یادشون هم رفته که اصلا اگر ما تو ورزشگاهیم زنای ایران که تا 2 سال پیش تو ورزشگاه های والیبال 60-70% جمعیت رو تشکیل میدادن الان 2 ساله که پشت درهای بسته وامیستن منتظرن که اصلا نمیدونن برای چی اینا رو یک باره از دیدن مسابقه محروم کردن. در حقیقت اونجا یک جرقه تو ذهن من زده شد که من اگر این بار به ورزشگاه بیام تمام هدفم رو میذارم روی 2 نکته. یکی این که
زنایی هستن تو کشور من که منتظرن برن تو ورزشگاه ها، تمام تفریحات رو از آدما گرفتن، به نوعی تبعیض جنسیتی که روا داشتن بین برای زنها واقعا داره سنگین تموم میشه. فقط هم تو مسئله ورزشگاه نبوده، به خصوص در این دو سال اخیر دیدیم که در زمینه دانشگاه ها، سهمیه بندی هایی که کردن، اصلا تخصص بعضی از رشته های تحصیل در بعضی از رشته ها رو دادن فقط به مردها و زنها رو ازش محروم کردن. یعنی وقتی که نگاه کردم به این تاریخ که چگونه در این دو سال اخیر روند حذف زن از جامعه به نوعی این زیادتر هم شده، نگاه کردم به این که آیا من میتونم اینجا نقشی بازی کنم؟ نکته دومی که من در زمینه فعالیت‌های خودم در از جمله کارهای قرار دادم که وظیفه خودم میدونستم که انجام بدم این بود که پرچم شیر و خورشید رو که به نظر من تاریخچه خیلی قدیمی داره و از نمادهای ایرانیه، پرچم رسمی ایران بوده قبل از اینکه 37 سال گذشته این پرچم تغییر داده بشه، از اولی که هر کشوری برای خودش پرچمی برگزید، من تصمیم گرفتم که این پرچم رو به مردم یادآوری کنم، در حقیقت هویت خودمون رو یادآور بشم و دلم نمیخواست که فراموش کنند که زیر این پرچم جمهوری اسلامی چه جنایت هایی به عزیزای ما رفته، از جمله ستارها، نداها. کم نداشتیم کسایی که واقعا از این جمهوری اسلامی بی دلیل ضربه خوردن و در حقیقت به نوعی وظیفه ما اینه که اونها رو فراموش نکنیم. اینجا بود که من یکی از زمینه‌هایی که فعالیت‌های خودم رو روش متمرکز کردم این بود که این پرچم رو به تعداد گسترده به ورزشگاه ببرم و همچنین فکر می‌کردم که با این کار دارم از هویت ملی خودم در برابر هویتی که اینها اصرار دارن به من بدن دفاع می‌کنم. دوستای عزیز، این پرچمی که می‌بینید، اون پرچمم که اونجا می‌بینید، الان می‌خوام این پرچمو به جای اون پرچم بذارم اونجا که دل هممون خنک شه. حالا نگاه کنید. تموم شد. یه توضیح کوچیکی که دارم اینه که خیلی خودخواهیه اگر من فقط برم به ورزشگاه ولی هموطنام رو فراموش کنم. درسته که من برای اولین بار تو ورزشگاه بودم، ولی اون احساس همبستگی که با بغل دستیم که نمیشناختمش، با اون طرفی اصلا مردم رو که میدیدم زنده میشدم و احساس کنم این همبستگی ما چقدر زیباست و چقدر بهش نیاز داریم که احساس کنیم چقدر هممون یه نقطه مشترک داریم حتی اگه افکارمون متفاوته و اونم ایرانه. در حال حاضر من این حق رو، یعنی حق ورود زنان به ورزشگاه ها رو، به عنوان اندکی از اون تمام حقوقی که ندارند انتخاب کردم و از اهدافم اینه که نهایتاً بتونم با کمک زنهای داخل و خارج، با کمک مردهای داخل و خارج، همه هممیهنانم، کسایی که این مسیر رو قبل از من شروع کردن، کسایی که بعد از این کار من به من میپیوندن یا به صورت جداگانه این مسیر رو دنبال میکنن، همه با هم بتونیم با یک همبستگی خاصی زنامون رو به ورزشگاه بیاریم. این در حال حاضر قسمت عمده هدف منه و هدف دراز مدت من اینه که به نوعی آرزو و ایدئال من از حرکاتی که انجام دادم یا میدم و خواهم داد، پیوسته انجام خواهم داد، اینه که یه روزی شاهد این باشم که هممیهنان من حقوق خودشون رو فراموش نکنن. در حقیقت منظور من اینه که
ما جامعه ما عادت کرده بعضن به این که چیزایی که ازش میگیرن فقط به حالت یک گله یا یک شکایت درگوشی بیان کنه، یا به حالتی که شاید راجبش فقط یه حالت غر زدن باشه، یا اینکه به صورت اساسی باهاش مبارزه باید بکنیم. ما نباید بذاریم که حقوق مدنیمون، حقوق شهروندیمون ازمون گرفته بشه. من به عنوان یک ایرانی تصور میکنم مهمترین چیزی که همه ماها رو به هم وصل میکنه اینه که ما بدونیم ما هممون ایرانی هستیم و بدونیم که حقوق شهروندی هممون، حتی تو مذاهب مختلف، حتی تصور کنین یک مسلمان، یک یهودی ایرانی، یک بهایی یا یک مسیحی ایرانی، اونجایی که ایرانی هست تبعیضی نباید بین انسان‌ها باشه و این حقوق شهروندی برای زن، مرد، اقوام مختلف، ادیان مختلف، آدم‌ها باید حقوق شهروندیشون رو داشته باشن. زن و مرد وظیفه ما اینه که وقتی که صحبت از حقوق مدنی و شهروندی هر انسانیه، دست زنها، دست دختران، مادران، دوستای خودمون رو بگیریم و به ورزشگاه و به سطح جامعه بکشونیم. تهاجم فیزیکی نه، ولی تهاجم لفظی بوده، بودن کسایی که خیلی به جدیت اومدن و مخالفت کردن با کار من و حتی به بودن کسایی که بگن اینا رو باید برداری، نباید اینجا جلوی دوربین بشینی. حتی توی ورزشگاه نه، این مامورای اطلاعات جمهوری اسلامی که خب مسلماً خوشایندشون نبود، هر گونه اعتراضی که من میکردم، از اعتراضم به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه تا اعتراضم به پرچم جمهوری اسلامی که با پرچم شیر و خورشید جایگزین کرده بودم، به مامورای اطلاعاتی ورزشگاه رفتن گفتن که بایستی اینو از اونجا بردارید و اونا رو فرستادن سراغ من. ولی خب منم به مسیر خودم مطمئن بودم و سعی میکردم با ایستادگی، با اطمینان به اینکه من کار بدی نکردم و این حق طبیعی منه، خیلی به صورت صلح‌آمیز دارم اعتراضم رو با یک نوشته و یک پرچم بیان میکنم، کاری نکردم که بخوام از اونجا تکون بخورم یا از حق خودم پایین بیام. من تصور میکنم چون حقمونه که بیایم تو ورزشگاه، در نهایت اونها مجبور به عقب نشینی هستند و اونها هستند که مجبور میشن بانوان رو در ورزشگاه بپذیرن برای اینکه به نوعی خودشون محروم نشن از بازیهای خودشون، و این خیلی مهمه. و بارها بارها حتی شده مجبور شدم بیمارامو کنسل کنم، ولی برای حرکت اعتراضی و برای خواسته هام سریعا خودم رو به ورزشگاه برسونم، فعالیت هامو انجام بدم. بعد مجبور شدم روزایی که برگشتم دوبل کار کنم که بیمارانی رو که مجبور شدم کنسل کنم دوباره بتونم کاراشون رو انجام بدم. دشواری داشته برام، ولی تا به حال مطمئنن بر خوبی هم داشته. مطالعاتی میکنم اینجا و یه رو میمونم و قضامو که خوردم میرم سمت مطب دیگه. معمولا که وقت نمیذارم که بین مریضا هر وقت وقت بشه یه چیزی میخوریم تونتون دیگه. من الان مریضام بیهست کردم، بهش گفتم 5 دقیقه دیگه بیهستش هم شه دیگه، این 5 دقیقه برای ایستاده شد. ایستاد از هیل مال نرمال و کابین دری اور که اوه بهش توضیح میدم که این که اینجا لبش خوابیده، چون احساس به اصطلاح خوابیده که میکنه، که این احساس وحشت نکنه از اینکه نمیدونه این چرا اینجوری شده. بهش گفتم که 2-3 ساعت دیگه دوباره همه چیز به حالت اول برمیگرده، چون بعضی مریضا نگران میشن که چرا، بخصوص که این دفعه اولشه روی سینی میگیره.
نگران میشه که چرا الان این حالت عجیب شده تو صورتش. من بهش توضیح دادم که هیچ مشکلی نیست و حدود 2-3 ساعت دیگه دوباره حس لبش نرمال میشه. الان من مثلا تو مطب خودم تو آنتورپن هستن بچه هایی که پدر مادرشون هنوز جواب ندارن، اقامت ندارن، بچه ها رو میارن و من دندونای این بچه ها رو به صورت رایگان درمان میکنم. من همیشه دوست داشتم این کارو تو کشور خودم، چون میدونم اونجا هم بچه های زیادی احتیاج به این کمک ها دارن، پدر مادرهای زیادی احتیاج به این کمک ها دارن. من همیشه دوست داشتم خدمتم رو تو کشور خودم به مردم خودم انجام بدم، اما متاسفانه روزگار این گونه شد که من افتادم این ور دنیا و با این که فکر میکنم کمک به هر انسانی کار خیلی خوبیه، محروم شدم از اینکه برای مردمم کار کنم. امیدوارم که به زودی بتونم کمکامو داخل کشورم انجام بدم. خب و یکی از بهترین تفریحام خوندن کتابه. بعضی وقت وقتی از سر کار میام، خیلی بعد از اینکه فیسبوکم رو چک کنم، خیلی دوست دارم که یه کتاب دستم بگیرم، یه کمی از محیط کار دور بشم دیگه، یه کمی استراحتم رو شروع کنم. من بر این باورم که هر حقی رو که پایمال بشه و بذاریم که ازمون بگیرن، یک حق از دست داده است. ما با اعتراضمون خیلی دشوار میکنیم که اینها این حقها رو از ما بگیرند، چون میبینن که در صحنه حاضر هستیم و اجازه نمیدیم. و پس از اینکه این حقها رو بتونیم باز پس بگیریم، یک نوع خودباوری پیدا میکنیم به اینکه عدم سکوت ما به ناحق نتیجه رو برامون آورده که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه در تمام زمینه ها فعالیت کنیم. و اینجاست که برای من ورزشگاه رفتن زنها نکته بسیار کلیدیه برای اینکه بتونیم جنبش زنها رو زنده نگه داریم. و اصولا ممکنه که فکر کنیم به اینکه آیا فقط ورزشگاه رفتن زنها حائز اهمیته، مسلما نه. به نوعی اختیار حجاب، اختیار پوشش، نوع پوشش مهمترین چیزیه که الان ما باش دست و پنجه نرم میکنیم. ولی باز پس گرفتن پوشش اختیاری در چارچوب جمهوری اسلامی به نوعی جزو خواسته هایی نیست که ما بتونیم از اونها داشته باشیم، چون هرگز اساس جمهوری اسلامی بر این بنا شده که این پوشش رو هرگز در اختیار ما قرار نمیده. حقیقتا اکثرا عکس العمل همیهنانمون خیلی مثبت بوده به کارهایی که من انجام دادم، خیلی تشویقم میکردن، خیلی سپاسگزاری میکردن، خوشحال بودن از اینکه یکی از این موضوعات تو ورزشگاه ها صحبت کرده بالاخره، و خیلی برخوردهای خوبی من بیشتر مواجه بودم. خب بودن در این میان کسایی که انتقادی هم داشتن، مثل اینکه آیا همه حقامون حالا گرفتیم که الان باید بریم ورزشگاه فقط مونده، یا انتقادایی داشتن مثل اینکه شرایط ورزشگاه واقعا مساعد نیست برای اینکه زنها حاضر باشن، شما اصلا باید یه دقیقه ورزشگاه رو ببینید تا متوجه بشین چه وضعیتی داره، یا کسایی بودن که انتقاد میکردن که حالا الان مونده دخترها بیان اونجا رو خراب کنن، مگه زن آدم خرابه، یا مگه آدما خرابن که بخوام برن ورزشگاه، اصلا محیط مناسبی نیست. انتقادهای از این قبیل هم شده البته. در مورد اینکه این فعالیت ها تا کی و تا کجا ادامه پیدا خواهند کرد، باید بگم که من فعالیت ها متمرکز شده برای آوردن بانوان به ورزشگاه ها، به خصوص با والیبال شروع کردم، الان با ورزشگاه فوتبال مشغول شدم و به دنبال این هستم که بانوان به ورزشگاه ها بیان، و این هدف اصلی فعالیت های من در حال حاضره. البته پس از اینکه به این موفقیت رسیدیم، ممنوعیت زنان در جامعه کنونی در حکومت حاکم بسیار متعدده و ما میتونیم فعالیت ها رو در زمینه های دیگه هم شروع کنیم. من فکر میکنم این که
وقتی که یک فعال حقوق بشر یک کاری رو انجام میده، میزان آموزش این کار برای هم‌میهنان دیگه کاملا بستگی داره به اینکه رسانه‌ها و سایت‌های خبری چگونه اون رو پوشش خبری بدن، چون در نهایت یک فعال فقط میتونه یک حرکت میدانی رو در مکانی که وجود هستش انجام بده و انتشار این خبر خیلی مهمه و اینجاست که نقش رسانه ها و سایت های خبری خیلی نقش کلیدی خواهد بود برای آموزش به مردم، در حقیقت برای مطلع کردنشون و آموختن به کارهایی که ممکنه انجام بدن. مثلا از سایت های خبری هستن سایت هایی که خیلی اطلاع رسانی می کنن، مثل توانا و دیگر سایت های خبری که نقش آموزنده ای رو ایفا می کنن. اینجاست که مردم بیشتری از داخل و خارج از یک سری فعالیت ها آگاه میشن و به اون می پیوندن. من آرزوم اینه که یه روزی همه شهروندای ایرانی از حقوق برابر برخوردار باشن. من فکر میکنم میتونیم از اینجا شروع کنیم و یک خواسته معقول، یک حق ابتدایی، حق شهروندی هر زن اینه که به ورزشگاه ها بره، در کنار خانواده، در کنار همسر، دوست، رفیق، کودک شادمانی کنه. من فکر میکنم ما باید برای حقوق ابتدایی شهروندی خودمون مبارزه کنیم و مبارزات مدنی رو شکوفا و زنده نگه داریم و اجازه ندیم که حقوقمون پایمال بشه.